سلام، به کانال بهینکوک خوش اومدید. اگه میخواین تو خونه یه کباب خوشمزه رستورانی درست کنید، با من همراه باشید. برای پخت این کباب تابهی به این مواد نیاز داریم: گوشت چرخ کرده گوسفندی 700 گرم. من گوسفندی رو انتخاب کردم چون کمی چربی داره و خوشمزه تر میشه کبابش. 3 عدد پیاز متوسط، زردچوبه و نمک و کمی هم فلفل. برای رنده کردن پیازهامون از قسمت رنده ریز استفاده میکنیم و 3 تا پیاز رو خوب رنده میکنیم. وقتی کامل پیازا رنده شد، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم و ادویه هایی که داشتیم، فلفل و نمک و زردچوبه، اونم اضافه میکنیم. من اینجا به دلخواه زعفرون دم کرده غلیظم میریزم که اگه هم شما استفاده بکنین خیلی خوشمزه و خوشعطر میشه. بعد از که مواد قاطی شد حسابی برز میدیم. من آب پیازم جدا نکردم به خاطر اینکه گوشتمون لطیفتر بشه، ولی اگه شما دوست داشته باشین کبابتون کمی سفتر بشه میتونین آب پیاز رو جدا کنین. این کامل با هم دیگه ورز میدیم تا مواد و ادویه و زعفرونی که ریخته بودیم به خورد هم بره. این مواد کامل الان هم خورده، به خورده هم رفته. درشو میذارم توی یخچال برای 1 ساعت استراحت کنه. حالا بعد از اینکه 1 ساعت گوشت ما توی یخچال استراحت کرد، ماهیتا برای کمی روغن ریختم و گوشت رو انتقال میدم توی ماهیتا. و با دستمون رو کامل پهن میکنیم. سعی میکنیم همه قسمتش یک دست باشه که کامل یک نواخت پخته بشه. بعد اطراف مایتابه رو به داخل جمع میکنیم گوشتا و بعد با کفگیر برش میدیم که گوشتا به هم نچسبه. اولش رو با شعله زیاد میذاریم تا کباب آب بندازه. منتظر بمونیم تا کامل داغ بشه و با شعله زیاد ابتدا بپزه و بعد شعله رو کم میکنیم.
و الان آبش کلن کشیده شده و به روغن افتاده و یکی یکی برمیگردونیم. یه طرفش که سرخ شد، طرف دیگرم سرخ میکنیم تا کامل طلایی بشه. با حرارت ملایم انجام میدم تا قشنگ مغز پخت بشه. اینجا هم گوجه رو به سیخ گذاشتم تا کنار کباب میل بشه. خب اینم از انتهای کار، کباب با برنج زعفرونی. امیدوارم که امتحان کنید، بپزید و خوشتون بیاد. خیلی هم گوشتش لطیف و خوشمزه شده. نوشه جان.